برخوردار. تا جایی که ما هم دیده بودیم یادم میاد بسیار طبع شوخ داشت و بسیار آدم خوش طبع بودی. چقدر خوب است صدیق زرگر. استادا گفتم از اخلاق رویه و کردارش ما به نوبه خود صدیق زرگر خوب اخلاق خوب داشت، رویه خوب داشت با استادای خود، با ترینرها، با پهلوانها، با کل این. یک سفر که ما اخیرا یک سفر داشتیم به سال 1980 یعنی سال 1359 در المپیای سال 1980 مسابقه تمرین میکنیم. پیش از تمرین که همین دنای گردن از یک صدمه دید، حتی که خارجی ها تمرین میکنند در دیکده المپیک، در اثنای تمرین اجازه مسابقه را برش نداد، دیگه مسابقه کردن نتونست. اینجا یک سوال پیدا می سلطان محمود جان. تا جایی که ما معلومات گرفتم یک روز پیش از اینکه اینا سفر داشته باشن با مسابقات 1980 المپیای مسکو، نجف پهلوان که از جمله پهلوانای بسیار نامی تیم ملی افغانستان بوده که استادا از جمله شاگردای آقای سید قهرمان بوده، نجف پهلوان و سخیداد و جمع صدیق زرگر، میگه اینا با هم تعهد کردن چون او وقت تجاوز قشون سرخ شوروی بود علیه افغانستان، میگه اینا تحریم کردن مسابقات و یک شب پیش اینا قول کردن که ما مسابقات 1980 المپیای مسکو تحریم میکنیم و به احتمال قوی که صدیق زرگر اگر مسابقه میکرد مدال طلای اون مسابقات هم از آن خود میکرد. میگه اینا با خود تعهد کردن، قول و قرار کردن و شب که میگه صدیق زرگر آمد خانه کتب پدرش شش تیم حاضر در میان گذاشت، پدرش به هیچ قیمت میگه حاضر نبود که صدیق زرگر باید مسابقه را تحریم کنه. حتی با عاد رئیس بود که پدرش برای صدیق گفته بود که اگر تو در مسابقات اشتراک نکنی من خودکشی میکنم. با صدیق زرگر چون پدرش مقام و مرتبه پدر بالاتر است، برای پدر هم گفته های پدر عرش میگذاره و عازم مسابقات میشه و در مسابقات شوری وقتی که نظر به فرمودی شما میره و میگه گردن صدمه دیده، اونجا باز دکترها را برش توضیح میکنن که باید ببینن مراقبت کنن. بازی داخلی لحظه گپ صدیق زرگر داشته، صدیق زرگر اینجا مسابقات تحریم میکنه و دو دوست دیگهش از رادیوهای بی بی سی و اینا در دیگه کشورها مصاحبه میکنن که ما به خاطر تجاوز قوای شوروی در افغانستان مسابقات 1980 المپیای مسکو تحریم کردیم و صدیق هم اینجا مسابقه نمیکنه. داخلین تحلیل حرفای صدیق میگه نی بوده که گفته به خاطر تجاوز شوروی در افغانستان ما این مسابقات تحریم میکنیم. این چقدر دقیق است؟ حالا ما از جریاناتش خبر نداشتیم، صرف به مقدار که ما در جریان تمریناتش بودیم که در مسکو تمرین کرد. این گردن یک بانان داشت، این گردنش از نای گردن صدمه دید، اجازه دکتر اجازه مسابقه رو نداد. خب استاد، نظر شما در رابطه با اینکه گویا مسابقات المپیای 1980 مسکو تحریم شده بود، در این قسمت شما چقدر معلومات دارین؟ تا جای معلومات دارم سخیدار بوده، نجف بوده، ابراهیم بوده، یک بوکسر هم بوده از کلاب یاران صدیق. اینجا در این مورد شما هم معلومات اگه بتین. من یادم به یادم خاطرم بسیار صحیح به یادم است که اینا آمدن پیش من، ما این سفره داریم، گفتم مردم شهید میته، جان میته، خون میته، شما چطور میلین در رسمیت میشناسین رژیمی فاسق زیما را؟ قبول کردن، صدیق خونه مسابقه نکرد، تحریم کرد. ابراهیم و چوشا و نجف و امین مرادخانی و یک بخصر دوستان و نامشاری چند نفر کلپ یاران صدیق بود، بعد کس را حسین میگفت، حسین به شکل آدوز با اونا را تلویستیم، اینا را از طرف رای لوگر طرف پاکستان و خیلی بردن اونا رفتون، زندگیشان خوب است. وظیفه ما بود دیگه که این راست است که تحریم کردن و صدیق خدا رحمت کنه بود در مسکو مسابقه نکرد، گفتن علنی اینا هم رفتن و برای کل مردم معلوم است. یکی دیگه این دروغ نیست، صبح که می آمدن نمجا قدمه در دیوغانان اونجا هتلیم بود، بیشتر از این تحریم میکردن خصوصی دیگه. خدا رحمت کنه آماجانم بود، صدیق خان بود و اونام بود و صرف صبح اینا تمرین میکنن، مردش میکنن. دیگر کدام سوال داشته باشین؟ خاص شما چی هست؟ یعنی آخرین دقایق برنامه است، ما شما هستیم. خاص ما از ایست که ما انشالله به تمام جوان ها میگم که رشته و ورزش خود ادامه بتن، در سخترین و خوشترین و خدا را از دست نتن، انشالله نمیتن، و از مسئولین و وزارت فرهنگ و از شاروالی از کرناکی ورزشکاره ما را نوازش کنن، باید یک جایی که لازم میبینن یا جاده یک کوچه یک چیزی را که دیگه آینده ورزشکارا تشویق شوان زحمت بکشن که نماینده یک مملکت سفیر است. ولی در رشته سپورت، یعنی می سپورت مینا زمانی که بیرق بالا میشه از خوشحالی و خوشبختی مردم ها گریان میگیره. برای کسای
واقع معلوم نمیشه. فقط میبینن که چک میزنن اگه بردن. نه، تشویق کنه که همیشه وقت برنده باشه که در مملکت خود مدالای رنگ رنگ برن. مسته که در مدت 4-5 سال وزش در نوع سپورت رشد کرد الحمدلله، زیاد مدال آوردن. ما امیدوار هستم که با امید خدا و کمک ذات یگانه و حضرت خاتم انبیا و خاصان پاکانش و که انشاءالله جوان ها زحمت بکشن، دولت و مسئولین هم کمک کنن و دوباره جام بگیرن به نام صدیق زرگر. جای صدیق زرگر و مثلا از حامد جان و دیگه بوده کسایی که گذاشته گذاشته های ولشکار هم خدا رحمت کنن و استادار هم خدا رحمت کنن. این ما پیش شدیم رفتیم. ما امیدوار هستم که اگر هی تشویق و زحمت کشی را بکنن، افغانستان ما، جوانای ما، خاک مملکت ما به هیچ دنیا نیست. آینده بسیار گلستان و درخشان و با عظمت داره. خب بیندای عزیز، یک بار دیگه اظهار سپاس امتنان میکنیم از قهرمانای کشتی افغانستان که واقعا اینا افتخار از این کشور هستن. از اینا اظهار سپاس امتنان میکنیم. بازم در این قسمت میشنیم که تعداد دیگه هست دوستا و علاقمندای صدیق زرگر در رابطه با شاهکاری ها و قهرمانی های صدیق زرگر چی گفتنی داره. یکی از خوبی های صدیق زرگری است که در مسابقات ترس نداشت. در جام علی الیوف شوروی که رفتیم، ما خودم هم سهم داشتیم در اونجا، از برنده مدال طلا شد و در پولوی ازو که برنده مدال طلا شد، یکی ستاره مسابقات شد. ستاره مسابقات هر کس شده نمیتونه، یعنی او از خود بسیار کشتی های خوب را به جا مگذاره که ستاره میشه، یا تعداد مسابقاتش زیاد میباشه که ستاره میشه. اما این پهلوان ستاره شد و از طرف فدراسیون کشتی شوروی بر از یک دانه قچ داده شد. قچی که ما شما میفهمیم، این قچه چی کرد؟ گرفت در سر شانای خود گرفت و با او عکس هم گرفته، شاید عکسایش هم باشه در خانه اگر تخریب نشده باشه. مسابقاتش بسیار خوب بود، این مسابقات بیخی دیگه خوبش بود که صدیق جان باز وقت ما پرسان میکردم که صدیق جان تو چه رقم پهلوانی میکنی، چه رقم در جان حریف رفت آمد میکنی؟ میفکا که مادلا ما اول فقط سر دست راست حریف حمله میارم، دست حریف حمله میارم که از کار رفتید باز مادر جانش رفت میکنم، باز میگرم میشه دیگه نمیمانمش. اولی ندف من میست که دست راست دیده از کار مندازم. از دولت جمهوری افغانستان یک خواهش دارم. خواهش من این است که به نام صدیق جان، به خاطر که قهرمان کشور بود، قهرمان افغانستان بود، یک جاده، یک مکتب، یک چیز را به نامش بانند. آدم عادی نبود، در هر مملکت که رفته بیرق افغانستان به مسابقه خوبی که داده برافراشته شده، مدال طلا گرفته، سرود ملی افغانستان نواخته شده. این کلان افتخار است بر تمام مردم ملت افغانستان، بر تمام مردم ملت، بر کل مردم افغانستان، نه تنها بر فامیلش، بر تمام مردم ملت افغانستان یک افتخار بسیار بزرگ است. بیندای عزیز، اما افسوس صد افسوس، قهرمانی که باعث افتخار این کشور بود، هیچ پهلوانی نتوانسته بود تا آخرین لحظه عمرش پشت این قهرمان به زمین بزنه. اما دشمنان فرهنگ، دشمنان تاریخ این کشور، نوجوان مردانه در لیل 17 بر 18 اود سال 1359 این قهرمان از پشت خنجر میزنند و این قهرمان به شهادت می رسانند. گویا که با به شهادت رساندن این قهرمان ملی کشتی افغانستان، نامش از قلبها می گیرند و یادش از خاطره ها دور می کنند. اما این یک حرف است، یک خیال است. نام صدیق زرگر در قلبها و در خاطره های تمام علاقمندان کشتی افغانستان، چی در داخل و چی در خارج، باقی و جاودان خواهد ماند. روحش شاد ماند.